خیبر آکفی همکارم از مسکو با ما همراه شده. خیبر، رهبران روسیه و چین در مورد چه موضوعاتی صحبت کردند و درباره استقرار تجهیزات و نیروهای آمریکایی در اروپا چی گفتند؟ خب، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفرش برای اشتراک در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی که به پکن رفته بود با شی جین پینگ همتای چینیش دیدار کردن و این دیدار حدود 3 ساعت طول کشید و چنان که دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت بسیار یک مذاکرات سازنده داشتند و این مذاکرات در فضای گرم و دوستانه برگزار شد. در نتیجه مذاکرات پوتین و شی جین پینگ توافقنامه زیاد بین روسیه و چین به امضا رسید و همچنان رهبران دو کشور یک بیانیه مشترک را هم صادر کردند که در او بیانیه آمده که هر دو کشور خواستار پایان بخشیدن گسترش اروپا به سمت شرق هستند و چین هم حمایت کرده از پیشنهادهای امنیتی روسیه به غرب و از امریکا خواستند که از استقرار راکت‌های میانبرد و کوتاه‌بردش در اروپا و در منطقه آسیا و اقیانوسیه خودداری بکنه. در ادامه بیانیه آمده که هر دو کشور مخالف مداخلات خارجی در امور داخلی کشورهای مستقل هستند و اما روسیه گفته که تایوان یک بخش جدایی ناپذیر چین است و استقلال تایوان به هیچ عنوان برای روسیه قابل قبول نیست. در ادامه بیانیه همچنان گفته شده که روسیه و چین روابط استراتژیک و مشارکت اقتصادیشان را در فرمت‌های چند جانبه من جمله بریکس و گروه 20 تقویت خواهند بخشید. ممنونم از تو همکارم خیبر آکفی که از مسکو با ما همراه بودید.